سلام خدمت دوستان عزیز ما توی چند جلسه گذشته بحث ساین آپ و لاگین رو با همدیگه بردیم جلو این جلسه میخوایم راجع به موضوعی صحبت بکنیم موضوعی که میخوایم راجع به صحبت کنیم اینه که الان من کاربرم لاگینه و به تمام در فیچر فیچرهای وبسایت هم دسترسی داره درسته به همه گزینه‌های بالا دسترسی داره وقتی لگ میکنه خب وقتی لاگوت میکنه اینا کنید بچه ها دیگه به چیزی دسترسی نداره تا زمانی که لاگین بکنه. اما اگه کاربر روت رو بلد باشه یعنی خیلی راحت میتونه بیاد بره صفحه اد پروداکتمون دسترسی پیدا بکنه و این اصلا چیز خوبی نیست حتی کاربری که لاگین نیست روت رو صفحه نمیبینه ولی میتونه بره بازش بکنه حتی میتونه اینجا محصول اد بکنه اما چون یوزر لاگین نداره محصولو که نمیتونه اد بکنه ولی به حال میتونه این صفحه رو ببینه خب اما چجوری بتونیم جلو باز شدن این روتا رو بگیریم اصطلاحا میخوایم روتامون رو پروتکت بکنیم محافظت بکنیم در مقابل کاربرهایی که لاگین نیستن دو تا راه وجود داره یه راه سخت یه راه آسون اول بریم راه سخته رو بهتون نشون بدم و بعد بریم سراغ راه ساده توی راه سخته میایم میگیم که تو اون قسمتی که مسئول باز شدن در حقیقت صفحمون هست مثلا توی کنترلر توی ادمین مثلا اینجا که میگیم get اد product صفحه اد product قرار باز بشه ببین اول یه شرطی میذارم میگم اگر ریکوستی که داشت سمت هم میومد توی سشنش is logged in false بود یعنی لاگین نبود برعکس گذاشتم میشه ترو اگر ترو بشه یعنی کاربر من لاگین نیست در اون صورت میگم ریترن بکن response. redirect به چه صفحه ای؟ اسلش دیگه این قسمت اجرا نمیشه چرا چون کاربر من لاگین نیست بریم با هم چک کنیم اینو الان که من یه رفرش میکنم من میبره صفحه لاگین این رای سخت است چرا سخته؟ چون من شما این کد رو تو تمام بقیه دقیقا رو این صفحه دیگه نیاز به باز شدن دارم بنویسیم پس منطقی نیست من اینو پاکش میکنم خب بریم سراغ راه دوم که راه آسان تر است میام چیکار میکنم من اینجا رو یه خلوت کنم خب توی صفحه اصلی پروژه هم. میام یه دونه دایرکتوری جدید درست میکنم اسمش رو میزنم میدلور خب میخوام یه میدلور بنویسم اون میدلوره این کارو بکنه میدلور چه ویژگی داره بچه ها؟ میدلور ویژگیش اینه که زمانی که روتاتون داره اجرا میشه میتونید میدل رو بیاد اینجا بذارید هر چند تا بچا فانکشن شما بخواید میتونید اینجا اجرا کنید پشت سر هم, هم, اجرا میشه از چپ به راست میدلور می میدل ور مینویسم بذاریم اول میدل ور رو بنویسیم میدل ور اسمش میذارم is js خب میدلور میزنم فقط وظیفش اینه که چک کنه کاربر لاگین هست یا نیست اگه لاگین نبود ببر صفحه لاگین پس میگم ماژول دات اکسپورتس مساویه ریکوست داره ریسپانس داره و نکست داره درسته هر میدلور اینا داره میگم اگر اگر ایکوسی که سمت هم میمد سمت سشنش ایز لاکت اینش فالس بود برعکسش میشه تو در این صورت ریترن بکن ریسپانس دات ریدایرکت چرا ساجست نمیکنه یه چیز احتمال اشتباه نشته حالا درستش میکن به صفحه اسلش لاگین در غیر این صورت اگر کار بر لاگین بود برو میدل بره بعدی چرا دارم این غلطه آه اوکی نه مشکل نه بریم خب حالا فقط کافیه چیکار کنم بیام تو صفحه روتا مثلا تو ادمی اینو ایمپورت بکنم این بالا میگم const is at اسمشو می میذارم مساویه require یه دونه بی بیرون برو تو صفحه میدل حالا فقط کافیه که اینو قبل از اون روت هایی که مد نظره بگم اجرا بکنه مثلا اد پروداکت اینجا نیا کنید نه منو بر لکن لگین درست یه بار دیگه بر صفحه لاگین حالا فقط کافی که اینو هر جایی که نیاز دارم بذارم مثلا اد پروداکت کجا میخوایم بچه ها هر جایی که لازم داریم بریم اینو اضافه بکنیم اینجوری دیگه مشکلمون برطرف میشه نیازی هم نیست بریم اون دو خط کد رو که خیلی هم تکراریه رو همه جا بنویسم خب من اینو همه جا اضافه میکنم صفحه ادمین به این روت ها بدون لاگین کاربر من نود دسترسی داشته باشه توی صفحه مثلا شاپ اون بزد من اینم اینجا میپورت کنم توی صفحه شاپ خب اینجا مثلا سبد خریدم همون نبینه خب دیگه دیلیت کردن رو نبینه البته یه ویرگولش کمه کنیم اینو نبینه دیگه اینو نبینه اینو نبینه پروداکت رو ببینه پرودکت آیدی رو هم ببینه اینا رو ببینه اوکیه اینا رو ببینه مشکلی نداره ولی پایینی ها رو دلیلی نداره کاربری که در حقیقت لاگین نیست بتونه ببینه و الان دیگه مسئله حله بریم بیا چکش هم بکنیم با, با هم دیگه خب اینکه مطمئن بشیم داره درست کار میکنه برمیگم تو پروژه هم. الان من تو هر صفحه ای که برم تو ادمین مثلا صفحه چی بریم تو تو رود تو ادمین مثلا صفحه این صفحه اگه بخوام برم ادیت پروداکت منو نمیذاره ادمین ادیت پروداکت دیگه خب بریم این صفحه این صفحه هم را بذاره بعد بیام لاگین درسته اینجا چی؟ مثلا گیت کارت نمید بذاره برم صفحه لاگین میارم اما اگه لاگین باشم میتونم برم بریم لاگین کنیم اگه لاگین باشم هر جایی بخوام میتونم برم و میتونم محصول هم اد بکنم خب این هم از بحث پروتکتد رود بریم بیایم جلسه بعدی میخوام راجع به یک نکته خیلی مهم توضیح امنیت صحبت کنیم الان خدافظ